بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب برنامه دریچه دانایی و شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار استم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درس گذشته ایتان را به خوبی یاد گرفته باشید خوب شاگردای خوب ابتدا با یکدیگر درس گذشته مانا یک ارزیابی داشته باشیم و ما و شما امروز بریم و با, با یک گروه دیگر از موجودات زنده به نام مفصلیه ها آشنا شویم. شاگردای خوب سوالاتی که امروز ما برای شما برای ارزیابی انتخاب کردم دو نوع سوال هست هم سوالات جای خالی و هم سوالات تشریحی انشالله که شما بتانید و به خوبی و به درستی به این سوالا پاسخ بدید سوال اول مولسکا چیست؟ خب اگه یادتان باشد در جلسه گذشته گفتیم که نرمتنان با نام علمی مولسکا شناخته میشن این نام علمی این موجودات حتما یادتان باشه و به خاطر بسپارید پس مولسکا همو نرمتنان است سوال بعدی چند موجود را که متعلق به فایلم نرمتنان باشد نام ببرید اگر به یادتان باشه که انشالله حتما به یادتان است در درس گذشته ما, ما و شما سه موجود خواندیم که متعلق به فایلم مولسکا یا نرمتنان بود یکی چی بود؟ آفرین به شاگردانی که گفتن اکتاپوس یا هشت پا یکی دیگه هلزون و یکی دیگه دو ها بود یا صدفیان سوال سوم هلزون متعلق به فایلم جای خالی است این سوال از نوع جای خالی هست شما در جای خالی چه کلمه نرم نوشته کنید و چه مولسکا هر دوتا صحیح است. سوال چهارم پاهای بعضی نرمتنان به سر چسبیده است مانند جای خالی یعنی شما یک موجودی را مثال بزنید که هم متعلق به فایلم نرم یا مولسکا باشه و هم سر این موجود به هم پاهای این موجود به ناحیه سر چسبیده باشه خب او شاگردهایی که گفتن اکتاپوس یا هشت پا پاسخ یا جواب صحیح دادن سوال بعدی آیا نرمتنان پا دارد؟ خب کدام یکی از شما شاگردای خوب به ما گفت بله آفرین به او شاگردی که گفت نرم تنان پا دارد خب به خاطر دارید پای این نرمتنان از چی موادی بود یا چه ویژگی هایی داشت باز هم آفرین به او شاگردهایی که درس گذشته را خوب خواندند و با دقت به درس گوش کردن ما گفتیم نرمتنان دارای پاهای کوچکی هستند اما این پاها از جنس چی بودن از ولاد بودند یعنی پاهای بسیار خورد و نرم به همین خاطر اینها تحت عنوان نرمتنان یاد میشن خب سوال بعدی بدن نرمتنان چگونه محافظت میشه ما و شما یادمان خوب می که در درس گذشته گفتیم که نرمتنان دارای یک پوشش خارجی آهکی بود همو خاصیت آهکی بودنش سبب محافظت از بدن این موجودات نرم میشه. خب سوال آخر ساختار بدن نرمتنان شامل چند بخش است؟ خب موجودات نرمتنان که هلزون ها هشت پا یا اکتاپوس و دو کفه ها را شامل می شد شا اجزای بدنشان شامل سر، پا و احشا بود یا بدن. خب که بعضی از اینا پای ازولاتی داشت مانند هلزون و بعضی از اینها پاهای بلندتر ازولاتی داره که به سر اینها چسبیده بود که همون اکتاپوس یا هشت پا بود شاگردای خوب امروز با یک گروپ یا یک فایلم دیگه از موجودات زنده آشنا میشیم تحت عنوان حیوانات مفصلیه یا آرترو پودا پس فراموش نکنیم نرمتنان با نام علمی مولسکا یاد میشه و مفصلیه ها با نام علمی آرترو پودا چه حیواناتی متعلق به فایلم مفصلیه است و عیزای بدن اینها چگونه است مراحل رشد و نمو اینا به چه صورته؟ آیا از زمانی که بسیار خوردن و تا زمانی که به یک موجود بالغ تبدیل میشه به یک شکل است یا شکلهای متفاوتی داره این مطالبی هست که امروز ما و شما انشالله یاد میگیریم پس حواستان خوب خوب جمع بکنین که مطالبی که امروز ما برای شما میگم تا سنف 11 دیگه تکرار نمیشه و شما اینا را نیاز خواهید داشت خب شاگردای خوب حیواناتی که متعلق به مفصلیه یا آرتروپودا هست از نظر تعداد فراوانترین حیوانات روی کره زمین هست پس اگر در یک جایی یک سوال چارگزینه ای یا جای خالی از شما پرسان شود که بیشترین حیوانات یا موجودات روی کره زمین متعلق به کدام فایلم هست فراموش نکنین که متعلق به فایلم آرترو پودا هست خب حیوانات زیادی را در زندگی روزمره ما و شما در محیط زیست و محیط زندگی خود ما میبینیم از مگس گرفته تا پروانه تا پشه ها زنبور اقرب یا کجدوم انکبوت ها هزار پایان همه ای از این موجودات متعلق به همین فایلم مفصلیه و آرتراپودا هست و چیزای بسیار جالبی را امروز ما و شما یاد میگیریم واقعا هزار پاها هزار پا داره آیا هزار پاها با خطرناک است آیا برای ما و شما ضرر میرسانه یا نمیرسانه را امروز ما و شما یاد میگیریم خب همین فایلم آرتروپودا به دلیل از که تعداد بسیار زیاد حیوانات شامل میشه دانشمندان علم بیولوژی اینا را در چهار گروپ تقسیم بندی میکنه که ما اونا را راحت تر یاد بگیریم و بشناسیم این چهار گروپ شامل انکبوتیان شامل قشریه ها، حشرات و هزار ها هست که ای چهار گروپ در تصویر ای اسلاید ما و شما آوردیم و از هر کدام یک دو موجود را هم عکسش معرفی کردیم که ما و شما اونا را بشناسیم مثلا هزارپایان. هزارپایان نامش هزار پایه. هم ما هم ست پاها را شامل میشه هم هزار را. خب انشالله در سالهای بعدی رو میخوانین که صد پاها و هزار پاها هر دوتای از اینا برای ما همه مزر نیستن بلکه از نظر خطرناک بودن و زهری که اینا ممکنه در انسان ضرر برسانه صد پاها از هزار پاها هم خطرناکتره چرا که هزار پایان علف خارن ولی صد پایان گوشت خارن و زهر بسیار خطرناکی را دارن خب گروه دیگه ای گروه از آرتروپوده ها حشرات که بسیار بسیار تعداد زیادی را شامل میشه از پروانه ها گرفته تا ملخ و مگس و مورچه و حتی شپشی که دموی موی سر زندگی میکنه هم متعلق به همین فایلم آرتروپوتا از نوع حشرات است دیگه خانواده انکبوتیان ها ما و شما میخوانیم که شامل کنه شامل خود انکبوت روتیل و موجودات دیگه هست که اینها هم اکثرشان برای ما و شما خطرناک است و با گروه انکبوتیان به طور مفصل تر در 11 یازده آشنا میشین سخت پوستان همون قشریه ها هست موجوداتی نظیر خرچنگ ها و یک سری جانداران آبزی دیگه نظیر میگو که اینا هم جز گروه قشریه ها یا سخت پوستان هستند خب یکی دو از این موجودات به عنوان مثال و نمونه ما و شما میشناسیم ملخ که به چون بسیار فراوان هست و ما و شما زیاد میبینیم در مزاره کشاورزی در مناطق مختلف زندگی ما و شما حضور داره متعلق به بخش حشرات هست اما این ملخ شما باید با جزیات بیشتری از ساختار بدنش آشنا شوید خب اجزای بدنش شامل سه قسمت هست سر، سینه و شکم هست این قسمت سر ملخ هست از سر ملخ که به سمت پایین تر بیایم سینه را شامل میشه و این قسمت انتهای بدن ملخ هم شکم را شامل میشه سر سینه و شکم سه بخش بدن حشرات هم هست اما در نرمتنان ما و شما سر پا و احشار را داشتیم اینجا سر سینه و شکم را داریم خب علاوه بر ای وی ها، این ویژگی ها اینها دارای پاهای بند بند هم هست نه تنها ملخ ها بلکه تمام حشرات این ویژگی را داره شما در تصویر هم در عکس وقتی که دقت میکنید میبینید پای ملخ بند بند هست خب ملخ ها پرواز میکنه شاگردای خوب شما میدانید پس ملخ ها چی دارن بال دارن آفرین دو جفت بال داره اما ایبال بال به کدام قسمت از بدن ای حشرات یا ملخ ها متصلن بالها به قسمتی به نام سینه ملخ متصل میشه این ملخ در سوالات کنکور بسیار زیاد می چرا که اجزای بدنش در کتاب شما به طور بسیار جزئی و مفصل بیان شده و هم در کتاب سنف 11 تکمیلتر می خوانید اجزای درونی بدنشه. پس اجزای ساختار بدن ملخ باید خوب و دقیق شما یاد بگیرید و به خاطر بسپارید خب ملخ ها در سر خودشون دو تا بخش مهم داره یکی شاخک های حسی و دیگری چشم داره خب شما در تصویر دو تا شاخک حسی را هم میبینید خب از طریق همین دو تا شاخک حسی ملخ ها نزدیک شدن موجودات دیگر به خودشان احساس میکنه. یعنی خطر را خیلی سریع حس میکنه و از او منطقه یا او جایی که حضور داره فرار میکنه اما چشم ملخ ها چشم این ملخ ها یا چشم حشرات یک نوع ساختار متفاوتی با چشم ما و شما داره ما و شما چشم ما انشالله در سالهای بعد و بالاتر یاد میگیرین که ما دارای یک عدسی یک مردمک و یک نبی هست اما چشم این موجودات من جمله حشرات چشم مزایکی به اینا گفته میشه. چرا که دارای تعداد بسیار زیادی عدسی هست چشم این موجودات یا حشرات حالت کروی و گرده داره به همین خاطر است که ما و شما زمانی که می یک مگس یا یک پشه بگیریم هر تا وقتی نزدیک میشیم به محضی که میخوایم این موجود بگیریم یا با مگس کش بزنیم این فرار میکنه و میگیم این چقدر زرنگ از کجا دید این به خاطر ساختار چشم اینا است به دلیل این ای که اینا عدسی های متعددی داره تعداد عدسی های اینها و ساختار کروی بودن چشم اینا طوری هست که اینا حتی پشت سر خود هم این موجودات یا این حشرات میبینند بنابراین این شکار اینا بسیار سخت است خب اگر این موجودات راه های دفاعی از خود نداشته باشه به وسیله موجودات بزرگتر نظیر بقه ها و قرباقه ها و وزقه ها شکار میشه خو نسل اینا منقرض میشه اما اینا به دلیل ویژگی هایی که داره به همین راحتی هم قابل شکار کردن نیستن خب چند تا سیستم از سیستم های درونی ملخ هم ما و شما میخوانیم اما قبل از اینکه سیستم های داخلی را بخوانیم نب... ملخ ها از نباتات استفاده میکنه و گاهی وقتا شما در فصل بهار و اوایل تابستان میبینین که به صورت گروپی به زمین های زراعی حمله میکنه و به نباتات و محصولات کشاورزی ما و شما آسیب میرسانه به دلیل اینکه این نباتات جز آفات حساب میشه و اینا علفخار هم هستن خب اینها دندان ندارن اما در داخل دهان خود دارای یک بخشی به نام الاشه یا آرواره هسته که به کمک همین الاشه هایی که ارمانند هست نباتات و علف ها قطع میکنه و به اونا حمله میکنه و از اونا به عنوان قضا استفاده میکنه خب علاوه برای این بخشی که برای قضا ما و شما یاد گرفتیم در رابطه به ملخ ها در رابطه با سیستم تنفسی ملخ ها بگیم خب هرچقدر موجوداتی ساده تر و خوردتر هستند از نظر جسامت ساختار و سیستم های بدن اینا ساده تر هست اینا سیستم تنفسی مانند پرندگان و یا مانند پستانداران نیست که دارای برانش و برانشیول و قصبت و ریه و ریه و ای چیزا باشه اما اینا دارای سوراخ های تنفسی یعنی یک سری سوراخهایی که مستقیما اکسیژن هوا را میگیره و کاربون دایکساید به محیط برمیگردونه این سوراخ ها در کجا قرار داره که یک سوال بسیار مهم در سوالات چارگزینه ای هست سراخهای تنفسی در ناحیه سینه و شکم قرار داره و در ناحیه سر این موجودات ما هیچ سوراخ تنفسی را مشاهده نمی کنیم. خب سیستم دیگه این موجودات که در اینجی اهمیت داره برای ما و شما سیستم اسکلتی هست چرا که اینا دارای اسکلت بیرونی هست چون حیوانات غیر فقاریه هست خب حیوانات غیر فقاریه چون اسکلت درونی ندارن در نتیجه اینها از بیرون باید یک جزء محافظتی داشته باشه مثلا در نرم تنون، ما گفتیم همون پوشش خارجی اینها آهکیه یعنی سخت و محکمه نسبت به بخش های داخلی بدن اینها که نرم بود خب این سیستم اسکلتی بیرونی ملخ از جنس کیتین هست که کتین کم کم وقتی به موجودات فقاریه برسیم میبینیم در ساختار کراتینین شامل میشه و در ساختار مو و ناخون هم در موجودات فقاریه دیده میشه اما این پوشش کتینی اینها سخت و محکم هست و میبینیم که براحتی به یک حشره نظیر مورچه یا سوسک ما با چند ضربه محکم باید بزنیم تا اینها از بین بره به راحتی هم کشته نمیشه این به خاطر همون پوشش سخت خارجی و کیتینی آنهاست خب ویژگی دیگر ملخ ها توانایی متامورفوسیس یا استحاله است اما این متامورفوسیس در حشرات یک بحث بسیار مفصل و گسترده ای را داره که در دا اینجا در کتاب شما بسیار جزی به او اشاره شده خب شاگردهای خوب شما متامورفوسیس استحاله یا تغییر شکل در موجودات مختلفی میبینین نظیر پروانه ها نظیر زنبور ها و مورچه را حتی که اینها زمانی که بسیار خرد و ریز هستند یعنی در زمانی که به صورت یک تخم هستند تا زمانی که تبدیل به یک جاندار بالغ میشن یک سری تغییراتی را طی میکنن که به همین مراحل تغییر شکل دادن یا مراحل بلوغ و رشد نمو از زمان تخم تا بالغ شدن استحاله یا متامورفوسیس گفته میشه که در بعضی از موجودات یا حشرات متامورفوسیس یا استحاله مکمل ما و شما میبینیم و در بعضی از اونها استحاله نامکمله خب حالا ما و شما با این مراحل آشنا شویم تا ببینیم که چگونه استحاله ها اتفاق میافتند استحاله یا متامورفوسیس مکمل شامل چهار مرحله که شما به ترتیب باید این مراحل یاد بگیرید مرحله اول مرحله تخم هست مرحله دوم مرحله بتیتا یا مرحله لارو هست که یا نوزادی هم گفته میشه مرحله سوم مرحله شفیره هست که یک چیزی بین مرحله نوزادی و مرحله بلوغ و در آخر ما مرحله بالغ شدن داریم به موجودات زنده ای که این چهار مرحله را به طور کامل طی میکنه میگیم متامورفیسیس یا استحاله مکمل دارن و به موجوداتی که یک یا چند مرحله از این چهار مرحله را نداشته باشه مانند ملخ ما میگیم که متامورفیسیس نامکمل یا استحاله نامکمل داره چرا که ملخ ها مرحله بتیته و مرحله شفیره را ندارن یعنی یک تخم دارن از داخل تخم همون موجودی که مشابه ملخ بالغ هست بیرون می آید. اما خورتر و ریزتر که با گذشت زمان بزرگ می اما تغییر دیگه ای در او ایجاد نمی پروانه و ملخ استحاله نامکمل و زنبور اصل و مرچه استحاله مکمل داره. متاسفانه اینجا در کتاب شما پروانه را جز استحاله نامکمل قید شده و ما و شما رفرنس یا مرجع ما و شما همین کتاب هست اما در حقیقت در وقتی که ما میریم و مراحل و چرخه حیات ای دوتا موجود با یکدیگر مقایسه میکنیم به نظر من این پروانه استحاله مکمل میشه چرا که از زمانی که از تخم بیرون میاید تا زمانی که به یک موجود زنده بالغ تبدیل میشه شکل او کاملا تغییر میکنه به همین خاطر من مراحل متامورفسیس پروانه و ملخ در یک اسلاید در کنار یک برای شما آوردم تا با یک دیگر اینا را مقایسه کنیم خب در این قسمت بالای چرخه حیات ملخ شما حشره بالغ میبینین که این حشره بالغ تخم میگذاره خب این تخم ها زمانی که باز میشه و چوچه یا نوزاد ملخ از تخم بیرون میایه نیم نام داره ما دا در چند جا دیده بودم که در سوالات چارگزینه ای و سوالات تشریحی این قسمت مورد سوال واقع شده بود که نیمف چیست یا چوچه ملخ چه نام دارد و چارگزینه داده بود فراموش نکنیم نیمف همو چوچه ملخ است خب شما میبینید که از نظر شکل تغییر چندانی نمیکنه فقط این نیمف هست که رشد میکنه و بزرگ میشه تا تبدیل به یک حشره بالغ شود پس این مرحله لارو یا بتیته و شفیره را نداره پس ما و شما میفهمیم می که ملخ ها متامورفیسیس یا استحاله نامکمل داره خب چرخه دیگه که در این قسمت ما و شما می چرخه حیات یا زندگی یک پروانه هست خب حشره بالغ به این شکل هست و زمانی که ای موجود از داخل تخم بیرون می آید به این شکل هست خب در مراحل رشد و نموش هم می بینیم هم مرحله لاروه داره و هم مرحله شفیره را داره چون که ای دو مراحل داره پس به نظر من باید جزو استحاله های مکمل قرار می گرفت اما در کتاب شما اشاره نشده که این یک اشتباه تایپی هست که جز موجوداتی هست که استحاله نامکمل داره اما چرخه از او در کتاب همین شکل هم آمده خب می بینین که زمانی که یک پروانه از تخم بیرون می آید و لارو جوان داره به صورت یک کرم هست خب این کرم ما و شما به دور خودش قرار یک پیله بسازه که این مرحله را مرحله شفیره میگه خب اگه در همین مرحله شاگردای خوب همین شفیره را اگر کرم ابریشم ما و شما در نظر بگیریم همین را پیله را به داخل آب جوش بندازه ای کرم داخل او میمیره و ای پیله اطراف جدا میکنه و به عنوان یک منسوجات صنعتی ابریشم مورد استفاده قرار می گره. اما اگر این مرحله رو انسان دخالتی در این مرحله نداشته باشه این شفیره کم کم یا پیله باز میشه و یک پروانه بسیار زیبا یا شاپرک بسیار زیبایی از داخل پیله یا شفیره خارج میشه خب این هم مراحل است در پروانه و ملخ متامورفسیس ما در یک موجود دیگه یا یک ده حشره دیگه ای به نام زنبورها هم میبینیم زنبورها یک زندگی بسیار بسیار جالب و منظمی داره به طوری که زمانی که ما و شما وارد این معلومات میشیم یعنی بیشتر و بیشتر اینا رو میخوانیم که ایشالا در صنف یازده میخوانید و ما یک اشاره بسیار کوتاهی به این موضوع داریم پی میبریم که چقدر زندگی اجتماعی اما با قاعده و قانون داره اما د دا امروز زنبور عسل به خاطر همین مراحل تخم بتیته و شفیره و بالغ بودنش برای شما معرفی میکنیم باز در کنارش زندگی اجتماعی زنبورها ها برای شما مختصرا توضیح میدم خب شاگردای خوب در این اسلاید شما مراحل متامورفوزیس مورچه را قید شده و مورچه در یک سمت و زنبور را در یک سمت دیگه میبینید خب اینها هم مراحل تخم مراحل لارو مراحل بتیته و شفیره و موجود بالغ را شما میبینید خب هم در مابین مورچه ها و هم در مابین زنبور ها ما زندگی گروهی یا کلونی را میبینیم خب که متشکل از سه بخش هست که زنبور ملکه را ما داریم که از نظر جنسیت زنبور ماده است دیگه زنبورهای کارگر ما داریم که این زنبورها زنبورهای ماده هست مجددن و زنبورهای نگهبان می بینیم که در در کندوها وظیفه اونها نگهبانی و حفاظت از ملکه و نوزادان داخل کندو هست که این نگهبان ها جز زنبورهای نر به حساب می اما تقسیم بندی که در زندگی اجتماعی این موجودات وجود داره بسیار حائز اهمیت است این هست که وظیفه ساختن اصل به عهده زنبورهای کارگر هست یعنی زنبورهای کارگر جنس ماده به غیر از ملکه مابقی همه از کندو خارج میشه و از شهد گلها استفاده میکنه و اصل تولید میکنه و این اصل ها را در اختیار نوزادان ملکه قرار میده و زنبورهای نر هم کار حفاظت از ملکه و حفاظت از کندوها را داره و هیچ کدام در کار یکدیگر مداخله ای نداره و دخالتی در مابین اینها مشاهده نمیشه زمانی که ملکه های جوان از مراحل نوزادی خودش طی کرد و به مرحله بلوغ رسید ملکه های قدیمی به همراه تعدادی از زنبورهای کارگر و زنبورهای نگهبان کندوی اولیه را ترک می کنند و مهاجرت می به عبارتی به یک جای دیگه میره و کندور در اختیار زنبور ملکه جدید قرار میده و نوزادان همه از زاده های ملکه هست از بین زاده های ملکه او زنبورهایی که جسه بزرگتری داره و بزرگتر از سایر نوزادان هست و جنس ماده هم باشه به با عنوان زنبور ملکه انتخاب میشه و هیچ وقت در مابین زنبورها درگیری و کدام جنگ و نزایی بر سر ملکه شدن رخ نمیده باز انشالله در سنف 11 این مطالب بیشتر یاد میگیریم خب عزیزان رسیدیم به پایان درس امروز امیدوار هستم که از درس امروز لذت برده باشید و چیزهای جالب و شنیدنی زیادی را یاد گرفته باشید همه شما عزیزان تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و مهربان میسپارم خدا یار و نگهدار شما